انقلاب فرهنگی یک اتفاق دیگه هم که برای من افتاد این که اون موقع خواهرم تو شهرستان زنجان کارمند بود و منم بیکار یک مدتی رفتم زنجان و اونجا با تلویزیون مرکز زنجان آشنا شدم و سعی کردم یک کاری برای کودکان اونجا تو برنامه کودک اونجا انجام بدم که حدود یک سال اونجا کار کردم و 62 برگشتم که این همزمان بود با پایان انقلاب فرهنگی و بازگشت به دانشگاه. اینم شد برای من سابقه که به محض اینکه برگشتم تهران با آقای نیکا آشنا شدم که ایشون هم اون موقع پرتلاش بودن تو کار کودک و از این راه وارد کار کودک شدم که سعی کردم یک فیلمنامه برای خدا بیامرز آقای شاپور غریب بنویسم یا یکی از سرهای آقای شاپور غریب بود که به من سپرده شد بنویسم که نوشتم آقای نیکا خوششون اومد و ادامه دادیم. چند تا برنامه کودک برای همون شبکه دو بود که ساختیم به اسم بازگشت به خانه که بعداً آقای عسکری نسب همونو ساختن تو شبکه دو که این مال دوران آقای ارکانی بود که نگاه خیلی خوبی داشتن به اون فیلمنامه و اصلا اون سریال 5-6 قسمت رو آقای باید بگم به نوعی مدیون آقای ارکانی هستن که خیلی سعی کرد همون جوری نگرشون داره و همون جوری ساخته بشه، چون یکم لبه تندی داشت خود فیلم نامه و آقای عسکری نسب دائم سعی میکردم اونو خونسا کنم ولی آقای ارکانی باعث شدن که نه حبس کنن همون. ببینید اون موقع شاید مثل الان، شاید نه، مثل الان واقعا همینجوری بود. اکیپی یک جایی رو میگرفتن. یادمه مثلا اون اکیپ، اگه بخوام اسمشو میخواستم اسم نبرم، ولی یادمه سینما آزاد تهران دست آقای بسی نصیبی اون گروه بودن که هیچکی رو تو خودشون راه نمیدادن. ولی همون اون دوستی که گفتم علی بوریری که الان تو سوئده، اون موقع اونها با آقای سهماسب سلجو که الان منتقدن گفتیم آقا خودمون یه جایی را بندازیم، اینا ما رو تو خودشون راه نمیدن، که به همت همین دوستان و یه دوست دیگه آقای طلوعی، محمد طلوعی، جمع شدیم تو دماوند. پنجشنبه جمعه که میشد زود سوار مینیبوس میشدیم تو دماوند پیاده میشدیم و سینمای آزاد اونجا کار میکردیم، هپ مونتاژ میکردیم، فیلم میگرفتیم فلان، این فعالیت هم داشتیم اونجا که یک فرصت خیلی خوبی بود این دوباره که با دوربین منو آشنا کنه و بیشتر بشناسم و بیشتر با نگاه‌های مختلفی که دوستانی که دور ما بودن آشنا بشیم. از اون 4 نفری که بودیم، نه 6 نفری که بودیم، یک نفر مرد، یک نفر رفت، یک نفر هنوز معلم مونده ولی بقیه جذب سینما شدن، یکی منتقده، یکی تو تلویزیون سوئد کار میکنه، منم که اینجا. این که به طور چیز بشینم بخوام آموزش ببینم مستقل، نه، برام سینمای آزاد دماوند کلاس خیلی خوب بود. مونتاژ اونجا میدیدیم، مونتاژ اونجا کار میکردیم، فیلم برداری رو همینجور و کارگردانی رو اونجا همینجور. ضمن این که خب از نظر کارگردانی که خب دورهای خیلی خوبی رو داشتن. به طور آزاد کلاسایی رو دیدم، کلاس آقای سمندریان رو دیده بودم، کلاس گریم رو دیده بودم، خیلی از اینها رو دیده بودم. رو کنجکاوی دوران نوجوانی و جوانی خودم اینا رو دنبال کرده بودم، به خاطر همین ترسی واقعا نداشتم. اون دوران قبل از دانشجویی که سینما رکود پیدا کرد و هنوز تو شروع شوق انقلاب بودیم، یه فرصتی بود واسه من که یک سری کارگردانی که خودم دوست داشتم و انتخاب کنم و باهاشون مصاحبه کنم. از جمله آقای خاچیکیان بود.
مصاحبه کردیم و اینها که واسه اواسط مصاحبه ها یک فیلمی براشون پیش اومد، انقلاب شده بود دیگه، براش این امکان پیش اومد که یک فیلم بسازه. تهیه کننده فکر کنم یه خانومی بود یا سرمایه گذار یه خانومی بود که کتاب آنجا ماهی ها سنگ میشوند مال آقای حکیم رابط رو انتخاب کرده بودن برای اینکه سناریوشو بنویسن و فیلمشو بسازن، که همونجا من بهش گفتم من بیام دستیارت بشم، گفت بیا. ولی اون فیلمه هیچ وقت ساخته نشد. از اون برم مثلا شنیدم که آقای دولت آبادی میخوان اولین فیلمشون رو بسازن. آقای دولت آبادی هم استاد ما بودن تو دانشکده ادبیات، نوول گاواربان خودشون رو انتخاب کرده بودن. زود رفتم به آقای دولت آبادی گفتم من بیام دستیارت، گفت بیا. ولی خب تو مشکلات اون موقع بود، نگاتیو کمتر بود، برای اون فیلم هم نشد. اون دوران که همینجور کجدار مریض بود سینمای ایران، آقای زرین مدیر کانون پرورش فکری حرکت‌های خیلی خوبی داشت که حتی یادم اون موقع مثلا به آقای خسرو معصومی هم اعتماد کردم و ایشون اولین فیلمشون اونجا ساختن، دوران سوری یه همچین اسمی داشت فیلمشون، اونجا ساختن. خب این خود به خود برای ما که سینما رو به نوعی دیگه از همون فیلم‌های کانون پرورش فکری قبل از انقلاب یاد گرفته بودیم، واسه ما خیلی جذاب بود که کانون پرورش فکری دوباره راه افتاد، دارن کار می‌کنن. آقای فروزش هنوز اونجا دارن کار می‌کنن، آقای کیارسمی دارن اونجا کار می‌کنن، آقای بیزایی اونجا دارن کار می‌کنن، آقای نادری فیلمشون اولین فیلم بعد از انقلابشون اونجا ساختن به اسم دونده، و بعدش آقای مهرجویی هم اولین فیلم بعد از انقلاب اونجا ساختن به اسم حیات پشتی عدل و آفاق که تو اکران یه اسم دیگه داشت. بعدش اینا دیدم واسه من خیلی جذاب بود، به همه دگراندیشان سینما داره اونجا کار میکنه، خیلی جذاب بود که به اونجا راه پیدا کنم. به خصوص بعد اینکه دیدیم آقای خسرو معصومی هم تونستن اونجا بسازن، یعنی جوونی که هم دانشکده من بود ولی آقای زرین بهشون اعتماد کرده. این اعتماد چیز خیلی خوبیه. یادم باشه بعدا که پیر مردتر شدم به پسرم میگم اعتماد داشته باش. بعد از انقلاب فرهنگی بود، حالا زن و بچه هم داشتن دیگه، اولین پسرم به دنیا اومده بود و چهار پنج سالش بود. خب دیگه میباید جدیتر به زندگی نگاه کنه، وامی که دانشکده میداد دیگه کم بود برام. بعدش هیچ به طور جدی نشستم شیرک رو نوشتم، که البته خب مشاورای من اون موقع آقای ناصر هاشمی بود از دانشجوها، آقای مسعود کرامتی بود از همکلاسی ها، که باقشون بهشون میگفتم خیلی خوبه، خب ادامه بده. و این شد که شیرک رو نوشتم تو اولین فرصتم دادم کانون پرورش فکری. فکر نمی کردم قبول بشه، چون مثلا یادم بردم بدم گفتم میشه این فیلمی که شما اینجا دارین به اسم دوند آقای چیز نشستم، با آقای زرین گفتم میشه ببینم، چون هنوز بلا تکلیف بود فیلم. گفت آره. زنگ زد به پایین گفت این آقای پرتوی میاد اونجا بهش نشون بده این فیلمو. رفتم دیدم گفتم آقا یه فیلم دیگه هم میخوام ببینم. گفت چی؟ مدرسه عدل و آفا. گفت آقا اون فیلم هم بهش نشون بده. حالا با مقایسه با اون فیلم ها فکر میکردم شیرک ساخته نشه اونجا تصویر بشه. گذشت تا اینکه یه هفته دو هفته بعدش دم زنگ زدن که بیا. رفتم گفتم آقا فیلم نامت خیلی خوب، آقای کیارستمی هم بودن، فروزش بودن اون موقع فکر کنم رئیسش آقای فروزش بود اون بخش سینمایی. گفتم فیلمت خیلی خوب، آقای زرین میخوان شما رو ببینن. پاشم رفتیم پیش آقای زرین، گفت آقا فیلمنامه‌ت خیلی خوبه، فقط دو سه تا مشکل داره. گفتم چی؟ گفت این گرازی که میزنن نیارن لب جاده بفروشن. گفتم خب من که نمیگم مال قبل از بعد از انقلاب، میگم مال قبل از انقلاب. گفت اون مهم نیست، این خوب نیست، نفروشن، شکار میکنن شکار کنه. گفتم آخه ارمنی ها الان هم میرن شمال میخرن. گفت الان خیلی چیزا اتفاق میفته، تو نگو. گفتم باش. واقعا فقط همون مشکل رو گرفتن، یادم نمیاد که اونم اصلاح کردم و گفتن خب. گفتم حالا میشه من بسازم؟ گفت نه. گفتم چرا؟ گفت تو چیز نداری، فیلمنامه درجه آ گرفته، درجه آ رو باید بدیم به آ بسازه، کارگردان آ بسازه، بخاطر این تو اصلا هیچی نداری که، نه آی نه بیل سه، هیچی نیستی. گفتم پس چیکار کنم؟ شما به آقای معصومی دادیم ساخت. گفت اون نمونه کار داشت. گفتم خب منم دارم فیلم های کوتاه. گفت برو بیار. که اون فیلم های کوتاه رو اون موقع که
تو تلویزیون زنجان کار میکردم واسه اونجا ساخته بودم. رفتم دیدم ریورسال بود همش نابود شده. برگشتم دست از پاتر راسته گفتم خب من حالا به خودم نمیدونم، گفت برو یه فیلم کوتاه واسه خودت بیار. گفتم از با کدوم پول؟ پول نداشته هیچی. اومدم یه روز خودشون صدا زدن گفتم بیا جلسه داریم. رفتم گفت آقای مهرجویی رو قبول داری؟ گفتم خیلی دوستشون دارم. آره استادی واسه من. گفت که ایشون آ دارن از فرانسه برگشتن میخوایم بریم به ایشون. گفتم از خدامه. گفت پس راضی هستی؟ گفتم آره. گفت باشه مال ایشون. اوج موشک بارانای تهران بود. رفتیم دیداری داشتیم با آقای مهرجویی. آقای مهرجویی گفت ببین من نمیدونم چرا اینقدر از این فیلمنامه تعریف میکنم، شاید خوب باشه ولی من نمیفهمم. گفتم خب این آره روستایی شما اون فیلم ها رو داشته این. گفت نه روستایی هم خب گاب رو ساختم. گفتم گاب یه چیز دیگه بود، این یه جور دیگه روستاست. گفت میخوام اینو یک بار با هم بنویسیم از اول. گفتم باش. نشستیم با هم نوشتیم. یک چیز دیگه هم که تاکید داشتن یادم اون موقع آقای مهرجویی، خب فیلم یک فیلم رئالی بود، یه بچه تو سری خوری که میخواد، بچه یتیمه تو سری خوری که هیچکی تحویلش نمیگیره، میخواد به همه ثابت کنه که نه من واسه خودم آدمیم، من واسه خودم شخصیت دارم، چرا این منو میبندیم به پدری مردم، میخوام خودم باشم، که تصمیم میگیره بره دشبانی کنه و گراز بزن و اینها. برای کارگری هم نمیخوان، برای نوکری میخوان. اینا فقط به من پول میدن چون دلشون برام میسوزه، چون پدر ندارم. خب این حرفا چیه؟ نمیخوام کسی دیگه بهم رحم کنه. دیگه نمیخوام یتیم قاسم باشم اینا دلشون برام بسوزه. نمیخوام. مهرجویی میگفت نه این همه چیز نمیتونه باشه. گفتم پس چی باشه؟ گفت ببین الان از خونه میای بیرون مردم همه افسردن، همه درب و داغونن، هیچکی نمیبینه تو رو، تو هم هیچکی رو نمیبینه، از بس تا صبح بیدار نشستین که موشک بساب از موشک بار فرار کنی. این افسردگی تا تره همه همون رفته. گفتم خب این چه ربطی داره به فیلمنامه؟ گفت آها مردم الان قهرمان میخوان، تو این اوج این به سام ناامیدی و یأس و موشک بارون و بدبختی اینا یه قهرمان میخوام. گفتم خب. گفت این پسر شیرکه نوجوانه باید قهرمانه بشه. گفتم خیلی کمه. گفت نه باید اینو الغا کنیم. بیار. گفتم بله. گفت شاهنامه رو بیار دوباره بخونیم. شاهنامه رو آوردیم نشستیم خوندیم و اینو. زرین کوب رو بیار دوباره تحلیل اون از اسطوره رو پیدا کنیم. اسطوره رو پیدا کردیم. خوبه به ایلیاد هم یه نگاهی بندازیم. ایلیاد هم نگاهی انداختیم و شعرها پیدا شد. اینجا این آقای دشبانه که فلان راه میفته میره اینجا، بعد این شعر رو بخونه باشه بخونه، ولی اینا مال من نیست. گفت نه من این میخوام بسازم یه اینجوریه. گفتم چشم. هیچی تغییراتی کرد و بردن دادن به کانون پرورش فکری. یه روز دم آقای فروزش زنگ زدم توی یک هفته ده روز بعدش. گفتم بیا. رفتم اونجا. گفتم من خودم چون درگیرش بودم نفهمیدم، ولی این اون چیزاست که خود آقای مهرجویی دوست داشته. اگه میخواین آقای مهرجویی بسازن اینه. گفت فیلمنامه اول خیلی صادقانه و سادگی خوبی داشت، قابل باور بود، این الان یه جای دیگه سر. گفتم آره ایشون همون ماجرا رو تعریف کردم، ایشون موشک بارونا رو دیده و فکر کردن که خیلی وسیع‌تر از این میتونه عمل کنه، این میتونه این فیلم وسیع‌تر از این باشه. گفت فیلمنامه رو ازت می‌خریم، واگذار شده به ما، تو دیگه صاحبش نیستی. گفتم باشه. من رفتم خیلی قیمت خوبی هم دادن، چون آ شده بود اصلا تصورش هم نمی‌کردم. 60,000 تومان اون موقع، البته اون موقع هنوز ندادن و نوشتیم قرارداد امضا کردیم قرار شد این پولو بدن. رفتیم و مهرجویی گفت چی شد؟ گفتم والا اینا از من گرفتن دیگه، من صاحبش نیستم، شما با خودشون صحبت کنید. رفتم با خودشون صحبت کردم، اونا هم گفتن نه. من گفتم خب حالا پول منو بدین. آقای زرین گفت ما پول نداریم دهشی. گفتم چقدر صبر کنم؟ گفت نمیتونم بهت بگم. اون موقع بود که بعدش حمله کرد به وزارت ارشاد و بخش سینمایی، به معاونت سینمایی اینو حمله کرد. قبلش حملهشو برای آقای زرین شروع کرده بودن، اون هم تو تنگنا قرار گرفته بودن، پول نداشتن. گفتم من چیکار کنم؟ گفت خب بفروشش. یه روز آقای مهرجویی زنگ زد که آخه اینو تو میخوای چیکار کنم؟ گفتم والا صاحبشونه. گفت من ازت میخرم. گفتم چند؟ گفت 80 تومن. گفتم باشه میفروشم به تو. گفت بیا نامه واگذاری. یادم اون موقع دستیارشون قرار بود آقای بزرگنیا باشن. یه روز با آقای بزرگنیا
یک جایی قرار گذاشتی نامه واگذاری دادم بهشون، ایشونم چک رو دادم به من که 80 تومن. نستم نمیستم چجوری نگاش کنم. خیلی جالب بود. این میتونه با گراد بجنگه؟ میخوای دستی دستی به کشتنش بدی؟ بیشاره بیا بده بالاتر چوه. آه دیروز انداخلوش بگو بالاتر اتا اشاخم نخور بالا گو اهلیه گو کسی رو آزار نمیدم اما گراد که بزرگ کوچیک نمیشناسن نهلت ولی این خالو من سر میشناسم یا تو برش برو دوتر تمامش کنی دوست رو اصلا بره بگیرم بابا گراد میخواد بیا تو بیا بریم